عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان. سجاد پورقنات هستم، کارشناس موسیقی. در برنامه امروز در خدمت آقای شهاب منا هستیم، پژوهشگر و نوازنده سنتور. آقای منا، خیر مقدم عرض میکنم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم که این وقت رو برای معرفی آثار موسیقی به بنده دادید. خواهش میکنم. به تازگی کتابی از شما به انتشار رسیده به نام شرح حال و خاطرات رضا محجوبی، که این کتاب به همراه یکی از محققای خیلی خوب جوان آقای محمد رضا شرعلی انجام دادید و به تازگی توسط انتشارات خودتون به انتشار رسیده. لطفا در مورد این مجموعه صحبت کنید که چقدر طول کشید این مجموعه جمع‌آوری بشه و چه کارهایی براش انجام شد. بله، این مجموعه که عنوانش هست رضا محجوبی افسونگر نغمه پرداز در دو کتاب به سامان رسید. کتاب اول درباره شرح حال و خاطرات رضا محجوبی هست و کتاب دوم بررسی شیوه نوازندگی، آوانگاری و شرح آثار رضا محجوبی هست. در واقع این کار از 13 سال پیش و توسط آقای محمد رضا شرایلی شروع شد و در میانه راه از من خواستن که آیا مایل هستم که ایشون رو همراهی بکنم برای تکمیل مطالب و همجور به سامان رسوندن و منظم کردن و به هر حال ارائه اینها به صورت کتاب، و بنده هم پذیرفتم و در تمامی مراحل هم گردآوری مطالب و همطور در پردازششون و ارائهشون به صورت کتاب در واقع یک مشارکتی انجام دادیم و این کتاب به هر حال بعد از 13 سال از زمان شروعش به سامان رسید و امسال توسط نشر خانه‌نگار چاپ شد. هر کدوم از این کتاب ها همراه با یک لوح فشرده صوتی هست. در لوح فشرده کتاب اول 8 تراک از نوازندگی رضا محجوبی درج شده که در واقع 6 تا از اینها برای اولین بار به انتشار رسمی رسیده و از این استاد بزرگ و افسانه‌ای ویولون که در واقع خیلی تعریف ها و تمجید های زیادی از نوازندگیش موجود بوده، امروزه ما میتونیم با وجود این سی دی در واقع یک در واقع صورت گویا و مستند از نوازندگی ایشون رو داشته باشیم. و علاوه بر این 7 تراک هم از نوازندگی شاگردان رضای محجوبی درج شده در این سیدی مجلد اول، و در سیدی مجلد دوم 32 تراک از نواخته های رضا محجوبی که توسط موسیقیدان های مختلف از اوایل قرن حاضر، یعنی از صفحات سالهای 1306 و 7 تا تنظیم های هوموفونیک یا چند صدایی رادیو در دههای 40 و 50 درج شده و معمولا از هر اثری 2 تنظیم ارائه شده، یکی اجراهای قدیمی تر که در واقع بعضیشون اجراهای موسیقیدانان همدوره رضای محجوبی هستند، تا به حال دوره های بعد که تنظیم های نوتر و چند صدایی از آثار رضا محجوبی رو به دست میده. ویولون استاد عزیز رضای محجوبی. Thank you.
بذار به اول در واقع به شرح حال و خاطرات رضا محجوبی میپردازه. ابتدا یک بیوگرافی مجملی درباره رضا محجوبی که چکیده این پژوهش هست نشون داده شده و بعد مستندات از قبیل تصاویر، اشعار، اینها درباره رضا محجوبی اومده و بعد هم کلیه اسناد مهم و دست اولی که از رضا محجوبی در قالب مقاله ها و کتاب ها عرضه شده بودن گردآوری شده و در نهایت هم با اشخاصی که رضا محجوبی رو دیدن که موسیقیدان یا دوستدار موسیقی بودن مصاحبه شده، که خب جای خیلی از اونها هم امروز خالی هست. یعنی زمانی این کتاب منتشر شده که خب خیلی از اونها هم روی در نقاب خاک کشیدن. و مجلد دوم در ابتدا یه مقدار به تاریخچه ویولون و ورود ویولون به ایران از دوره قاجار پرداخته و نقش رضای محجوبی رو در این تاریخچه سعی کرده بررسی بکنه و بعد در ادامه تکنیک های نوازندگی رضا محجوبی بر اساس همون هشتراکی که در سیدی کتاب اول هست بررسی شده در قالب تکنیک های پنجه و تکنیک های آرشه و در ادامه آثاری که از رضای محجوبی مونده، اینها فهرست شده که از هر اثر به چه تعداد و چه نحوی آثار بازنوازی شدن و بعد بر اساس این اسناد صوتی که به دست اومده کاملترین نسخه آوانگاری یا نوتنگاری این آثار ارائه شده و در نهایت یک دیسکوگرافی از هر کدوم از اینها هم به دست داده شده. در مورد آوانگاری ها بفرمایید، آوانگاری ها کی انجام داد و چه کسی به صورت کامپیوتری رو درش آورد؟ ارسال قدمتون کار آوانگاری یعنی تبدیل صوت به نوشته رو آقای محمد رضا شرعی‌علی انجام دادن که در واقع ایشون یک کار ستورگ و بزرگی که انجام دادن این بوده که تمامی صفحه های قدیمی رو شنیدن، چون ایشون خودشون هم کارشناس موزه موسیقی بودن، از آرشیو اونجا استفاده کردن و همطور خودشون مجموعه دار هستن و مدت 2 سال تمامی این صفحات قدیمی رو در واقع به نوعی به زبان عامیانه عرض کنم شخم زدن تا در هر کدومشون آثاری از رضای محجوبی پیدا بکنن و بعد اینها رو آثار متنوعی، بازنوازی های متنوعی که در واقع گرد آوردن رو شنیدن و نسخه هایی که معتبرتر بودن و کاملتر بودن رو ملاک قرار دادن و نوت‌نگاری کردن. یه چند تا هم از آثاری که در این کتاب اومده قبلا نوت‌نگاری ساده و آموزشی از اینها توسط مثلا استاد خالقی ارائه شده بوده، ولی خب اینجا با توجه به همون مستندات صوتی که از آثار رضای محجوبی موسیقیدانان دیگه ارائه کردن سعی کردن که با جزئیات بیشتر و در واقع زینت‌های بیشتر به اون شکلی که واقعا در عمل نوازندگی حرفه‌ای ارائه شده در واقع نوت‌نگاری بشه. و در مورد نوت‌نویسی کامپیوتری، خب امور اجرایی کتاب از اهم از نوت‌نویسی کامپیوتری، حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی و این قبیل کارها خب کار خود بنده بود. آقای منا، تأثیر موسیقایی رضا محجوبی و در نوازندگان نسل آینده و کلن در موسیقی نسل آیندهش چطور میبینید؟ رضا محجوبی در واقع بر نوازنده های بعد از خودش هم مؤثر بوده، مثلا در نوازندگی
استاد پرویز یاحقی، در واقع دو تا از صفحاتی که ایشون خیلی به اشتهار رسیدن با انتشارشون، درشون آثاری دو اثر از رضا محجوبی در واقع اجرا شده و در نوبت‌های اول انتشار اینها ارجاع شده، نوشته شده که به یاد رضا محجوبی، ولی در واقع این آثار ساخته خود رضا محجوبی هستند که توسط پرویز یاحقی بازنوازی شدن، حالا ولو از دیدگاه ایشون، ولی خب خود ملودی از رضای محجوبی هست و به نوعی این موسیقیدان در عین نبوغ و در واقع مایه‌ای که داشته محجور مونده و یک دلیلش به خاطر به هر حال جنونی هستش که برایشون عارض میشه و کسالات روحی اول برایشون عارض میشه بعد از یک دوره درمان و گذشت یکی دو سال متاسفانه این بیماری ادامه پیدا میکنه و دیگه تا آخر عمر ایشون رو درگیر میکنه. بعد در همون حدود سالهای 1306 صفحاتی که از موسیقیدانهای مختلف به جا مونده به وفور در ابتدا یا انتهای آثار آثاری از رضا محجوبی بازنوازی شده و این نشون میده که چقدر محبوبیت داشته. حتی در لوح فشرده همراه کتاب دوم یک نمونه فونوگراف هستش و توضیح این که فونوگراف قدیمی ترین سیستم ضبط صداست که روی استوانه های مومی صدا رو به طول مدت 2 تا 3 دقیقه در واقع ضبط میکرده و اختراع ادیسون بوده. نمونه هست در سال 1306 که خواننده‌ای در ایران در واقع اثری رو داره زمزمه میکنه که اون هم ملودیش از رضا محجوبیه و نشون میده که چقدر آثار رضا محجوبی در همون دوره خودش مقبول و محبوب بوده، ولی خب به هر حال طرز زندگیشون و انجام زندگیشون که خب به در واقع جنون میرسه شاید یک سایه میندازه بر این همه آثار زیبایی که خلق کرده و کمتر باعث درخشش و دیده شدن در واقع نواخته ها و آثار رضای محجوبی شده. آقای منا، یک سوالی که مطرح هست در مورد رضا محجوبی، حالا شما به عنوان کسی که روی این مسئله تمرکز و تحقیق داشتید، این هست که آیا از دوره‌ای که ایشون در سلامت بودن هم چیزی ضبط شده، حالا به صورت استوانه صوتی یا صفحه گراموفون یا هر وسیله دیگه، آیا از اون زمان از نوازندگیشون هم چیزی ثبت و ضبط شده یا خیر؟ نه متاسفانه اثری نمونده، چون ایشون در واقع سالهای 1302-3 دچار آرزوی جنون شدن و در اون زمان هم صفحه از ایشون ضبط نشد، در حالی که در همون حدود سالهای 1306-7 آثاری از موسیقیدانان هم نسل رضای محجوبی به جا مونده و همونطور که عرض کردم مثلا در برخی صفحات مثل آثار مرتضی داوود نواخته ها و آثاری از رضا محجوبی به عنوان رنگ یا حالا قطعات ضربی نواخته شده و خب اسمی هم از رضای محجوبی برده نشده که البته خب قدیم هم خیلی متداول نبوده و این همه اطلاعات هم مثل امروز با جزئیات روی برچسب صفحات درج نمی شده به طور معمول، ولی خب خیلی محبوب بوده و دیگران آثارش رو می نواختند. همونطور که عرض کردن در زمانی که اصلا رادیویی نبوده در 1306 در واقع کاری از روی فونوگراف ضبط شده در بندر شهسوار که فرد در واقع ملودی رو داره زمزمه میکنه که از رضا محجوبی است، یعنی وقتی که رسانه ای هم نبوده و صفحه ای هم از رضا محجوبی نمونده بوده باز به حال آثار او گسترش پیدا کرده و در جاهای مختلف ایران مورد استفاده و شنیدن قرار می گرفت. آثاری که از رضای محجوبی مونده در واقع مربوط به دوران ناخوشیش هست و در اواخر 1320 یعنی مثلا سال 1320
328-29 این حدود تا 1331-32 این آثار هستش که بیشترش توسط برادران دولو ضبط شده و معیار نوازندگی از رضای محجوبی مربوط به سالهای پایانی عمر اوست. بسیار اتفاقا نمونه های جالبی هستن و اون تعریف و تمجیدی که از نوازندگی این نوازنده اسطوره‌ای تاریخ موسیقی ایران شده رو به طور مستند نمایان میکنن و یک شور و حالی در یا یک جور بگیم شیدایی، یک ویژگی غیر عادی در نوازندگیشون هست که خب مقداری به همون طبع شیدایی و صدایی خودشون و در واقع یه مقدار پریشان حالیشون راجع هستش و از نظر نوازندگی هم بسیار خصایص جالبی در کار نوازندگیشون هست و در واقع وجود این سیدی کتاب اول در واقع این اهمیت رو برای تاریخ موسیقی داره که اون چیزی که در واقع فقط گفتار بوده از سهرامیز بودن نوازندگی رضا محجوبی یا ویژگی های خاصی از کیفیت نوازندگی او رو به طور مستند نشون میده و درباره این ویژگی ها در کتاب دوم این مجموعه صحبت شده و سعی کردیم که با زبان علمی و بررسی و تحلیل نشون بدیم که چه ویژگی های موسیقایی در نواخته های لااقل سالهای پایانی عمر رضای محجوبی وجود داشت. پس اینطور نیست که نوازندگیش در دوره های بعد از جنونش افت کرده باشه، درسته؟ خب ما چون مستندات صوتی نداریم نمیتونیم امروز به طور مستند در این باره سخنی بگیم، ولی به هر حال رضای محجوبی تا قبل از دوره جنونش بسیار مرتب ساز میزده و در رقابت با برادر خودش مرتضی محجوبی که او البته نوازنده پیانو بوده برای اینکه به اصطلاح از هم کم نیارن ساعات زیادی از شبانه روز رو به تمرین و مشق ویولون میپرداخته و همینطور جزو اولین کسانی هستش که در واقع به تأسیس کلاس ویولون روی آورده در سال 1298 و حتی روح الله خالقی موسیقیدان برجسته معاصر هم یکی از شاگردان رضای محجوبی در دورانی که او هنوز در واقع حال طبیعی داشته و خب مسلمه که اون در اون دوره کیفیت نوازندگیش متفاوت بوده با سالهای آخر عمرش، ولی اینکه تکنیک نوازندگیش چه تغییر کرده ما خب چون در واقع نمونه ای نداریم از نوازندگی رضای محجوبی جوان خب مستندا نمیتونیم چیزی در این باره بگیم. ممنونم آقای منا که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین. از شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادید.